توی فیلم قبل با کاربرد مارکیو تول ها آشنا شدیم اما توی این ویدیو میخوایم بپردازیم به لس و تول ها سه حالت داره که با حروف اختصاری ال نمایش داده میشه لس و تول معمولی به این صورت هستش که به صورت دستی من میتونم یک منطقه ای رو انتخاب بکنم من انتخابش میکنم این ابزار رو دو بار کلیک روی صحنه میکنم تا یک عکسی رو به عنوان نمونه انتخاب بکنم میتونیم حالا تصویر رندر شده توی تیردی مکسش رو ببینیم حالت وایر فریم هستش و حالت ویو و این رندر نهایش هست من اون رو اجرا میکنم کنترل میگیرم صفر رو میزنم که فیت اسکرین میشه به کمک این لست و طول من میتونم منطقه از عکس رو مثلا این رو به صورت دستی انتخاب بکنم و هر تغییر میخوام رو انجام بدم مشابه قبلی ها. تنظیماتش مشابه ابزارهای قبلی است فدر داره آنتالیایز داره و ریفاین اج که حالا من میزنم به عنوان نمونه ببینید ریفاین اج رو و همون تنظیمات هستش و تغییراتی که بخوایم رو میتونیم اعمال بکنیم پس کار زیادی با این ابزار ما نداریم تو اینجا چون توضیحاتش رو قبلا دادیم اما ابزار دیگه ای هست به اسم پولیگونال تول به این صورت هستش که من میتونم چند ها رو راحت انتخاب بکنم یا اشیایی که حالت شکسته دارم مثلا نمیتونم بخش سقف رو راحتتر به کمک این ابزار انتخاب بکنم به این صورت که اینجا یک کلیک میکنم و این بخش این بخش و این بخش رو من سلیک میکنم برای اینکه به این نقطه برسم میتونم روی نقطه اولی برم که حالت دایره روش قرار میگیره یا دوبار کلیک بکنم هر جایی از خارج از صحنه باشم هیچ اشکالی نداره چون اینجا جزء خارج از محدوده کاری من هست و هیچ تغییر روش نمیفته بعضی وقتا ممکنه این خطی که شما میخواید صاف باشه حالا جزء برنامه‌تون هستش که صاف باشه ممکنه حالتی کج بشه و دندونه دندونه بشه بخواد این پیشنهاد میشه همیشه خارج از محدوده انتخاب بکنید و الان هر تغییری بخوام میتونم توی این منطقه سلکشن هم انجام بدم فرض بکنید مثلا اگر بخوام نورش رو کم یا زیاد بکنم مثلا حالت شبش بکنم یا روزش بکنم من این رو برمیدارم کاری به اجاسمنت ها نداریم فقط میخوایم صرفا با این ابزارها آشنا باشیم تنظیماتش مشابه هم قبلی هاست. هیچ فرقی نداره بین این لسو و پولیگان تول و اون قبلی ها اینجا مگنتیک و رو داریم حالت آهن داره یعنی به این صورتی که من میتونم یه بخش رو انتخاب بکنم و همینطور که موس رو میکشم با زدن نقطه برای من محل حالا قفل سلکشن خودش رو انتخاب میکنه تا من به اون انتها برسم و حالت دایره شکل به وجود بیاد و اون منطقه سلک بشه بعضی وقتا این ابزار هم به کمک میاد به شرطی که تضاد رنگی زیاد باشه چون بر اساس اختلاف رنگ ها میاد اون منطقه رو انتخاب میکنه به عنوان مثلا مگه کنترل بگیرم دی بزنم که دی سلک بشه فرض بکنیم اینجا حالا اینجا اختلاف رنگ زیاد نیستش ولی با این حال من میتونم اینجا رو یک کلیک بکنم شروع بکنم به کار و موس رو روی اون مرز بکشم بینی دونه دونه داره نقطه بر من میزنه با فواصل مشخص من اینجا اینجا که حس میکنم احتمال داره خطا پیش بیاد و بره روی مثلا این سیم هست حالا هر چیزی هستش نمیدم اشتباهی بره روی اون من یه کلیک میکنم دسته ای که میگم اون رو ول و قفل کردم از اینجا به بعد ادامه بده که این کار باید خیلی با دقت انجام بده اینجا مجبورا چند تا کلیک بکنم که قفل انجام بشه و اینجا چون اختلاف رنگی وجود داره یعنی مشکی اون بالا و پایین سفیده راحت میدونم که دقیق میتونه سلیک رو انجام بده اینجا هم چون حالت چوبی داره میشه گفت خودش داره دونه دونه بر من انجام میده ولی اینجا دوباره من یک کلیک میکنم که اینجا اشتباه نکنه اینجا خیلی خطرناکی انتخابش چرا چون بالا و پایین سفیده اینجا که موسم من قرار داره بخواد این با چند تا کلیک حالا این منطقه رو انتخاب میکنم اینجا تقریبا چون تضاد رنگی وجود داره به نظرم بدون مشکل بتونه انتخاب رو برای من انجام بده اوکی الان میبینید من دوار کلیک میکنم و وصلش میکنه به اون نقطه آخر ولی اگر دقت بکنید انتخاب خیلی دقیق نیستش اینجاست که من میتونم مثلا از رکتنگولار استفاده کنم و حالت additive یعنی اضافه بکنم این منطقه رو من از بیرون این کادرم دارم میکشم به اینجا و این منطقه هم اضافه شد به منطقه سلکتم حالا خب از این ابزار داشتیم استفاده میکنیم هر تغییری بخوایم میتونیم بدیم مثلا فرض بکنیم حالا من از ادجاستمنت لول استفاده میکنم میتونیم روشنش بکنم یا برای شب حالا آمادهش بکنیم که تیره بکنیم که کاری به این ابزارها من میگم نداریم. فقط من میخوام بگم که مثالش به چه صورت هستش حالا بریم سراغ تنظیماتش خب مگنتیکال مثل قبل همه تنظیمات اضافه کردن کس کردن و فصل مشترک رو داره فدر رو داره رو داره اینجا فقط چند تا گزینه جدید می‌بینید البته ریفاین اچ که مثل همون قبل هیچ فرق نمی‌کنه به کمک این دکمه با فشار تبلت می‌تونه تاثیر مختلفی داشته باشه چون یه جورایی میشه گفت با موس کار کردن با برای فتوشاپ یه مقدار مشکله مگه اینکه کارهای معمولی رو خیلی انجام میدیم کارهای پیشرفته تر با تبلت ها و یا صفحات نوری که با خودکار کار میکنن خودکارهای مخصوصی هستن که تاثیر خاصی رو داره مثل همون موس عمل میکنه ولی چون تو دست آدم قرار میگیره آ... کاربردش راحت تره و تاثیرات خیلی خوبی رو علاوه خصوص توی ابزار براش داره که موس قطعا اون رو نداره چون بر اساس فشاری که شما به اون صفحه وارد میکنید صفحه نوری آ... تاثیر حالت موس تغییر میکنه به هر حال از این گزینه صرف نظر میکنی بود یا نبودش بر ما فرقی نمیکنه که فعال باشه یا نه چون من دارم الان با موس کار میکنم اینجا فقط سه تا گزینه برای ما قرار داده شده ببینید ارز این منطقه که من با موس دارم میبرم داره رصد میشه بر اساس اختلاف رنگی که بین اینجا و اینجا وجود داره بذار من زد رو بزنم رو کیبورد زوم بکنم مجدد برگردم بر اساس اختلاف رنگی که وجود داره وقتی من موس توی این مسیر دارم میگشم تا 10 تا پیکسل این ورتر و اون ورتر رو داره رصد میکنه که اختلاف رنگی رو پیدا بکنه و اونجا لاک بکنه و مسیر رو بزنه ببینید بچه ها تمامی تصاویر ما مگه زد رو بزنه بر اساس پیکسل به وجود میان یعنی ذرات خیلی ریز دونه دونه 10 تا پیکسل که اگه من تو اینجا بیام این 10 تا پیکسل رو میبینیم من زد میزنم برمیگردونم Uh, یعنی یه جوری نمیشه گفت همیشه این در خوبه یا نه معمولا این حالت های دیفالتش جواب کار ما رو میده و کار آدم رو میندازه ولی بعضی وقتا پروژه خیلی سخته مثلا این ناحیه خیلی سخته سلکتش در حالی که اینجا خیلی راحته چون بالا مشکه و خیلی تضاد رنگی خوبی داره با خاطر همین میتونید این رو کمتر یا بیشتر بکنید پیکسل کمتر یا پیکسل بیشتری رو رصد بکنه وقتی داره اینطوری میخواد به سمت جلو بره به این صورت داره جارو میکنه تا اون اختلاف رو پیدا بکنه و بتونه برای ما این حالت رو به وجود بیاره این حالت دیفالت هست که میبینیم دونه دونه داره نقاط قفل رو میذاره برای ما کانترست چیه بین صرف تا صده ببینید صد درصد باید اون نقاط تضاد داشته باشن متفاوت باشن از نظر رنگی و ماهیت که این بتونه تشخیص بده خب کارو خیلی ببینید معلوم میکشم اینجاها رو خیلی دقیق‌تر داره میکشه چون صد درصد اختلاف وجود داره بین این دو صفحه ولی خب وقتی صفر کنم یعنی در واقع یک درصد گفتم مینیمومش یک درصد هستش با یک درصد تفاوت رنگی هم باشه بتونه نقطه بذاره ولی اینجا الان بیش از یک درصد داری شاید هم یک درصد باشه نمی‌دونم تست ولی خیلی نزدیک به همه ما باید اختلاف و تضاد رنگی رو زیاد بکنیم که بتونه تشخیص بده حالا استثنای چون زوم کردیم شاید درست بخواد برای ما انجام بده ولی اینجا ها رو میبینیم که خیلی خوب میتونه تشخیص بده و اینجا رو نه در حالی که صد درصد اگه ما بذاریم بکشیم البته باید دقیق این کار رو انجام میدیم نه فورس ماجور حالت بهتری رو ما داریم به هر حال این کانترست رو شما میتونی کم یا زیاد بکنید و مثلا اینجا کانترست زیادی احتیاج نداره با یک درصد هم میشه راحت انجام بده چون خیلی تفاوت فاحشه ولی اینجا نه باید روی کنتراست قوی بذاریم که دقیقا روی این تیرگی بیاد بر ما خط بذاره اشتباهی نره روی این سفیده مثلا الان ته اینجا هم یه تفاوت رنگ خوبی رو ما تقریبا داریم اونقدر هم نزدیک به هم نیستن که انتخاب رو برای ما سخت بکنه به خاطر این کنتراست یکم میتونه جواب کارو ما رو بده بعضی وقتا یعنی بین این و این خب کارو خیلی سخت می‌کنه. اختلافش خیلی کمه و باید اینو حساس تر بکنم تا نتیجه بهتر بده فرکانسی تعداد نقاطی هستش که برامون میذاره یعنی این قفلا ببینید مثلا اگه اینو یک صفر رو کنم بکشم ببینید یه نقطه اونجا زد یه نقطه اینجا یه نقطه اینجا و اینجا داره خودش میزنه من هیچ کاری نمیکنم حالا اگه فرکانسی رو بالا ببرم و 100 درصد بذارم مدام برای من میاد اون نقاط رو میذاره حساسیت رو میبره بالاتر و قفل میکنید تون تو که احیانا اشتباهی رخ نده و در واقع میشه گفتش که کار کردن با اینا اولا که نیاز به تمرین داره تا دقیقا درکش بکنید صرفا با دیدن فیلم اینو متوجه نمیشید باید درک بکنید چندین بخش از هر عکس رو شما ببینید این بخش رو من بخوام جدا بکنم نسبت به این بخش فرم کنید اینجا تضاد رنگی زیاده با کانترست پایین هم میتونم راحت انتخاب بکنم با ارزه کم میتونم انتخاب بکنم نیاز به فرکانسی زیادی نداره ولی اینجا نیاز به فرکانسی زیادی داره چون اختلافش خیلی کمه گزینه دیگه هم نمیمونه برای این تنظیمات پس با لسوتول ها آشنا شدیم که میدونیم شورتکیش ال برای اینکه سایکل بکنم یعنی بچرخم بین اون ابزارها شیفت رو میگیرم ال رو میزنم و میتونم بچرخم بین ابزارهای لسوتو که با ال شروع میشه.